الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إمام نووي رحمة الله عليه دار كتاب شون أربعون نووية ششمين حديث ذكر كرده ميگويم كي عن أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين فإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. از ابو عبدالله نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما می گویم که شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که می گفتند حلال معلوم است، ان الحلال بینون، یعنی البته که کارهای حلال و چیزهای حلال معلوم است، و ان الحرام بینون، و البته کارهای حرام و چیزهای حرام معلوم است، ظاهر است. و بینهما امور مشتبهات، و بین حلال و بین حرام یک دنیا کارهایی هست که مشتبهات، مانند است. حلال بیان مانند است، حرام بیان مانند است، مبین است. لا یعلمهن کثیر من الناس، انا همون چیزهای مبیننگی بسیار آدم ها نمیدونند، حلال می حرام می. فمن وقع في الشبهات، کدام انسانی که همون شبه ها واقع شود، یعنی همون شبه های چیزای نامعلوم، نه حلال بودگیش معلوم و نه حرام بودگیش معلوم بودگی چیزا واقع شود، هوا های اگر استفاده کند همون کارا و نزدیکی کند، وقع في الحرام، حرام به واقع می شود، حرام می افتد. و من استبرع لدینه و عرضه، و کدام آدمی که از شبهه دور است، و من استبرأ، و من کدام انسانی که از شبهه خودش دور گیرد، همون کارهایی که نه حلال بودگیش معلوم نه حرام بودگیش معلوم همون کارها رو نزدیک نکند، در حقیقت دینش و آبروش پاک نگاه داشت است، دینش پاک نگاه داشت است، به معنایی که خودش از کارهای حرام و حلالی که بین الله تعالی هست نگاه داشت است، و اینچنین آبروش هم نگاه داشت است که مردم در حق وای سخنهای هر خیلی نمیگم، برای آنکه کاری شبهناک و وقتی که انسان رفته اشتراک میکند مردم در حق او چی سخن میکنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوام حدیث میگویم که الا ان لکل ملک حما، آگاه باشید که هر یک پادشاه برای خود سرحدها دارد، یعنی پادشاه ها سرحد میموند که اهنه همینجا اسمش به مال یگان انسان نگذرد، مثلا جه مالی ملکی پادشاه، هر یک پادشاه برای خود سرحدها دارد، و این نحیم الله محارمه، و الله تعالی که پادشاهی پادشاه ها هست و هم دیان سرحداش هست، الا و این نحیم الله محارمه، آگاه باشد که سرحدی پروردگار، سرحد و یعنی جایی که الله تعالی از آن خود کرده گرفتگی، یعنی ممکن نه بنده ها و آن هم جا گذشته نش، محارمو چیزای خدا حرام کرده کارا، یعنی هر چیزی که الله تعالی حرام کرد آن همونجا علاقه چی سرحدی پروردگار است. فمن وقع کدام پیامبر صلی الله علیه و سلم ممکن کدام انسانی که در اطرافی سرحد مال خود چرانه، کراعی یرع حول الحما، مانند چوپانی که در اطراف سرحد گاو مال خودش می پاید، یعنی وقتی که به زمین پخته مثلا دولت
وقتی که گاو و مالی حالی انسان ها در آوردن حرام باشد اگر، البته که وات با آوردن حرام نیست، پخته و دهن کند جزا هست، لیکن وات با دهن کند جزا نیست. لیکن پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگون که کدام انسانه که مانند چوپانه که در اطرافی سرحد میپاید، یعنی واتنده، یوشی که انیرت عفیهی، قریب است که مالاش چرد، یعنی درونی سرحد به گذشتنش احتمال شای، چون که لبی سرحدانده بوده که چیز احتمال که وسیو چی گذارد. همون پیامبر صلی الله علیه وسلم میگویند که حرام کرده های خدا این سرحد های پروردگار است. کدام آدمی که نزدیکیش به روادگر قریب است که در آمده برد رسنش به، یعنی مقصد اکارای شبه پرهیز کنتم. الا و این فی الجسد مضغه، آگاه باشد که جسدی بشریت هم یک گوشتپاره هست. مضغه گوشتپاره. اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر همون گوشتپاره درست شود، صحت شود، تمام جسد درست می شود. یعنی همون گوشتپاره اگر صلاح باشد، صالح باشد، درست باشد، تمام دیگر جسدها درست می شود. و اذا فسدت فسد الجسد کلو، اگر همون گوشتپاره ویران شود، اگر تمام جسد بشریت انسانیت ویران می شود. الا و هی القلب، آگاه باشون که همون گوشتپاره دل است. این حدیث در صحیح بخاری و مسلم است. من اکنون همین حدیث شرح میتیم وسیع کرد. از ابو عبدالله افتاد. ابو عبدالله پدر عبدالله، یعنی نامی پسرش عبدالله، این کنیه، درباره کنیه چقدر در اصحان ما صحبت کرده گذاشتیم که کنیه از کلمه کنایت گرفته شده، یک انسان نامش کتی نمیگرن و کنیهش کتی میگرن. ما نامش اگر دلیر باشد، نامی پسرش محمد باشد، اگر دلیر نمیگونو ابا محمد نو، پدری محمد نو. همین خیر. انا ابی عبدالله، یعنی پدری عبدالله. نعمان نامش، ابن بشیر، نعمان پسری بشیر، نعمان ابن بشیر، بشیر این پدرش. بشیر رضی الله عنه صحابه پیغمبر بوده که صلی الله علیه وسلم. نعمان این بسیار صحابه های جوان، صحابه های خردسال حساب می شود، برای اون که وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم از دنیا گذشتند، نعمان ابن بشیر 8 ساله بود. با وجود همین میگوید که سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، شنیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم رو که میگفتند. دلالت میکند که فرزندای 8 ساله یعنی تعلیم علم گرفت و همون سن 8 سالگیش هم به یا از وای پایینینده شنیدگیش روز کلام شویشند رسانه دگر قبول است. چه خیلی که محمود ابن ربیع رضی الله عنه میگوید که عقلت مجتا مجه النبی صلی الله علیه و سلم فی وجهی و انا ابن خمس سنین. من یادم مانده های میگوید، یعنی در یادم ماندگی است آن آبی که رسول الله دهانشان گرفته روی من پوف کرده بودم و من 5 ساله بودم. پیامبر طهارت کردند، محمود ابن ربیع آمده میانش خفیده طهارت کنی رسول الله صلی الله علیه و سلم تماشا میکرد که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک کف آب گرفتن و دهانشان رویش رو پف کردن. خرسند شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم من که حاضر میکنم گفته. مقصد امام بخاری رحمت الله علیه این حدیث بابو متى يصح سماع الصغير، باب درباره کی شنیدنی بچه کودکی یاش درست است. گفته که باب آوردگی، یعنی کی بچه چی یاش طلب علم گیرد درست است. گفته آوردگی، یعنی مقصد در نزد امام بخاری 5 ساله باشد اگر الکی درس گیرد می شود، چون که 5 سالگیش هم شنیدگی شو شدگی کاره وقتی که سنی بلاغت برسید رسانید. و نعمان ابن بشیرم 8 ساله بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشته گی. و این حدیث ممکن 7 سالگیش هم شنیده گی، ممکن 6 سالگیش هم ده، لیکن ما همینه بدانیم که وای اقل شای کمترینش 8 سالگی سالش هم ده این حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده گی. و این چونین آدم کافر، اگر کافری وقتش هم ده از پیغمبر شنیده گی باشد،
بعدی که مسلمان شده گیش همون دوری کافریشان گیش رسانت قبول است. فرض کریم که یک انسان زمان کافریشان ده یک گفی درست شنوید یا یک گفی درست از یکان عالم شنوید یا همون درسی عالم به نشست. زمان شیخ الاسلام رحمت الله علیه هنده درسی یکی از عالمهای کلام به یهودی آمده اشتراک کرده. همین خیلی حلقه های مجلس علمی حدیث به آمده چیه؟ یهودی آمده نشستگی. بنابراین بعضی عالم ها گرنگ شده که اینم نویسیم این نام خطاری آنهایی که حدیث شنیدن، برای اینکه حدیث سند کتی، حدیث حجت کتی. آزی من میگم که من به این گفه فلانچی استادم گفت، برای وی استاد پیشش من 7000 کیلومتر ها صرف کرده رفتگی، وی استاد من یک آدم گرفته که میلیارد کیلومتر اگر صرف میکنم گوید رفته نمیرسی، چون که از دنیا گذشت الکه. همه قدری همون آدمی که از آدموی گذشتگی علم گرفتگی بلند های الکه. همون بایم یک آدمی که علمی حدیث میدوند و یه انده سندش های اگر آمده نشیند اگر برای القای علمی حدیثی رسول الله صلی الله علیه وسلم زیر کرسی و به هزارها آدم ها از کیلومترها صدها هزار سال راه های دور آمده می نشستگی. حتی بعضی عالم ها رحمت الله علیه میگویم که وقتی که من رفتم فقط از زبانی مستملی ها می شنیدم. مقصد در زمانی گذشته که بلندگویک نبود، حدیث وقتی که استاد می گفت تقریبا 20 متر 30 متر به یک انسان ایستاده شنیدگی استاد اون طرف همگی آدم ها می رسند. مثلا استاد بسم الله الرحمن الرحیم گفت، اگر وای آدم بسم الله الرحمن الرحیم میگه تا اینکه اون طرف همگی آدم ها شنوند. بعد مباینند با یکی دیگه آدم هایی که وی هم اون طرف هنگه آدم ها با واسطه این میرسند علمه، همین خیلی میشنویدم. بنابراین تکی یعنی نزد کرسی و آمده همه بسیار چه حرکت میکرم. اما یک آدم بعدی درس بعدی نماز عصر بوده که درس نماز بامداد هم در میرم این دفت است. این بس کن عصر ببیم اگر او دیر به جاش شده هم فته نماز بامداد رو با گشتم جاش با آخر است. سانی بعدی درس ادا شدن این جنگی های پروسیت است که شما چه خیلی اینجا میشین تان گفت ما یک روز پیش نماز عصر با امده میشینیم اینجا گفت است. پگه و درس باشد اگر یک روز پیش آمده می نشستگی. حتی همون یهودی های هم قدری همین چیز میدونست که هست، چون که این آدم احوا گب نمیزند. شنیدم که فلانی من بگفت وی شنیدم که فلانی وی بگفت. همین خیلی تا پیغمبر صلی الله علیه وسلم از جبریل از پروردگار عالم یگان گفی هوایی نی. بنابراین همونجا اختلاف کردن که آیا همین کافر هم شنیدگیش درست اسیانه قول صحیح همین خلقی کافر اگر در حالت کافریش یک سخن شنیدگی باشد اسلام آورده گدگر قبول است، برای آنکه در صحیح بخاری آمده است که جبیر بن مطعم رضی الله عنه میگوید که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقرأ فی المغرب بالطور. پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که نماز شامانده سوره طور را میخواندم. مقصد این کافر بودگی وقتی که پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اومد اینا نماز جماعت که نماز شام خوانده بودن آمده سوره طور و گوش کرد که پیغمبر نمازند سوره طور را خواندند. فلما بلغ ام خلقوا من غیر شیئین ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون کاد قلبی ان یطیر. میگوید که وقتی که آیتی ام خلقوا من غیر شیئین ام هم الخالقون برسیده اومدم تا آخرش گوش کردم قریب که دلم آجاش برونده پریده برافمون. همونجا اسلام آورده که دین اسلام قبول کرد. کافریشان این کار واقع شد، مسلمانیشان نقل کرد. حدیث در صحیح بخاری است و ما امروز گفته میگردیم که پیغمبر نماز شام با طور خواندگی گفته. و حالا من است که این گپ کافر نقل کرده است در حالتی کافری شنیده مسلمانیشان چی رساندگی. معنای آیت میخیل که ام خلقوا من غیر شیئین، خدا سوال داشت است آیا کافرا اهل چی پیدا شدن می؟ برای اونکه آن خدا نیست مفتن، خدا نیست مفتن، خدا نباشد آنها از هیچ چی پیدا شدن می؟ از هیچ چی پیدا نمیشد، چون که عقلی سالمی بشریت هم همینه میدوند که از هیچ چی پیدا نمیشد، همین چیز از هیچ چی پیدا نمیشد. برای این یک گله چی موادهای و اشیاهای خام و دیگر و دیگر در کار، مثلا یعنی همین کرسی هم از هیچ چی پیدا شده کش نکو، خیر هوا یا از چیز عادی نکو.
از هیچی هیچی پیدا نمیشد، اما خدا احساس که ام خلقو من غیر شیئین، آیا آنها از هیچ چیز پیدا شدن می؟ ام هم الخالقون، یا اینکه آنها خداشون خداشون آفریدن می؟ اینش هم ما ممکن، برای اینکه همین چیز خودش خودش آفریده نمیتونه، یا این کرسی خودش خودش آفریده نمیتونه. این چیزی مسلم، یعنی همه آدمایی که عقل سالم دارد میدوند که یک چیز خودش خودش پیدا نمیکنه. ام خلق السماوات والارض، یا اینکه رها آسمان و زمین خلق کردم می؟ سیون سوال افشه کینش، ام خلقو من غیر شیئین، آیا هیچ چی پیدا شدم می؟ ام هم الخالق، یا خداشون خداشون پیدا کردم می؟ یا آسمان و زمین همین پیدا کردم می؟ گساز خدا بل لا یوقینون، بلکه عقل ندارن. همین آیت شنیدو اسلام و جبیر بن مطعم حالتی کافریشان دارن. وقتی که مسلمان شد این حدیث نقل کرد و ما امروز گفتنم ممکن که پیامبر صلی الله علیه و آله حقیقتا نماز شامند چی سوره توره میخوانم گفت. بنابراین کودک یاشان وقتی کودکشان اگر حدیث شنود و کلام شد و اگر همون حدیث رساند اگر قبول است. عن نعمان بن بشیر رضی الله عنه، این کس بعد هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره تولد شدگی. پدرش مادرش مدینگی صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اولین انصاریه که بعد هجرت پیغمبر دنیا آمدگی، بعد اینکه پیغمبر از مکه مدینه و آمدن، اولین کودکی که از انصاری ها یعنی از مدینگی ها تولد شد این همین نعمان بن بشیر رضی الله عنه و ارضاه. این زمانی معاویه ابن ابی سفیان آنده طرفای حمص گفته که شهر به رئیس شهر بود بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتن. بعد اینکه معاویه از دنیا میگذرد، یزید ابن معاویه پادشاه که میشد خلیفه تمام مسلمان ها، با همون حمص به پادشاه میگذرد. سن سالهای 57 هجری ده کشته میشد رضی الله عنه و ارضاه. صحابه های کرام بنهایت برای رسانیدن دین مقدس اسلام کوشش های بسیار بزرگ صرف کرده بودند. خدا همشان راضی شد. نعمان بن بشیر از جمله صحابه های خردسال که حدیث هاش زیاده از 100 تا حدیث هاش در کتاب های سنت ها حدیث ها یافت می شد. می گوید که شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که می گفتند. دلالت می کند که نعمان بن بشیر پیغمبر صلی الله علیه و سلام مباشرتان شنیده که به واسطه نه، یعنی حاضر شما همجه حیطان اگر یکون گپ همجه شنیده رفته دیگر کس برسن تو نگر وای فلانچی داملا گفتم میگد، لیکن وای مباشرتان شنیده گیش نه. قدر آن آدمی که مباشرتان به گوش خود میشنود بزرگ است از آن آدمی که به واسطه میشنود. سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که می گفتند ان الحلال بینون، حلال بینون بیان است معلوم است، البته کارهای حلال چیزهای حلال همش معلوم است گفتند. یعنی مانند نان، مانند گندم، مانند جو، مانند مکه، مانند آب، اینها حلال بودگیش همه معلوم، علم دار و بی علم به همه عامه خاصه معلوم، چیزی حلال معلوم. و این الحرام بینون، و البته چیزهای حرام و کارهای حرام هم همه معلوم است. همه میدوند که عرق خوری حرام است، همه میدوند که آدم کشی حرام است، همه میدوند که گوشت خوک حرام است. بنابراین اینها چیزهایی که همه معلوم، تمام مسلمان ها معلوم. و بینهما امور مشتبهات، و بین حلال و بین حرام مبیننده کارهایی هست، چیزهایی هست که مشتبهات مانندی دارد، حرام به هم مانندی دارد، حلال به هم مانندی دارد. لا یعلمهن کثیر من الناس، بسیار آدم ها نمیدونن حقیقتشه، حلال می همین چیز حقیقتا نمیده یا حرام می همین نمیدونن بسیار آدم ها. مفهومش می خیلی که بعض آدم ها میدونن، بسیار آدم ها نمیدونن، بعضی دیگر میدونن این چیزهای، چون خدا پیامبر صلی الله علیه و سلم نگوستودی که همه نمیدوند گوستود گوستود کشانه. این دلالت میکند که دنیا ده یکان چیزی نیست که
تمام مسلمانان هم دنسیگ باشن، های مسلمانای در نشان انسانهایی که میدونن، غیری همون بعضی چیزهایی که غیری الله تعالی دیگه کس نمیدونن، مانند قیامت کی میشه، غیری الله عز و جل دیگر هیچ کی نمیدونن، کی مثلا انسان وفات میکند، غیری الله عز و جل دیگر هیچ کس نمیدونن، همین خیلی بعضی چیزهایی که خداوند خودش خاص علمی پروردگار به خاص است، اینه غیر الله تعالی دیگه هیچ کس نمیدونه. لیکن علوم شریعت حلال و حرام اینها در نی مسلمانان ده های شخصیت هایی که میداند ویه، اگر چنده که بسیار آدم ها نداندم، انا این دلالت میکند فضیلت آنهایی که میداند، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که بسیار آدم ها نمیداند، گفتند دلالت میکند که بعضی آدم ها میداند و میدونستگی قدرش در نزد پروردگار بلند است. لا يعلمهن كثير من الناس، این مثال مدارات، مثال چیزی حلال، مثلا زنی حلالی که نکاح حلال کتی خاندار شدید، همین خواننده زیست زندگانی کرید، زن و شوهر همین فرزند شد، میدونید که همین فرزند یعنی شما، و یک میدونید که همین آدم فلانی که آدم کتی زینا کردی ها زن و شوهر نمیسال، فرزندی که تولد شد و ای ولد و زینا عنیق، چون که اینش هم نکاحش نیست و ایش هم نکاحش نیست، این زیناکاری حرام است، اینش حلال است، این معلوم هم با. مثلا میدونید که یک زنکی فاحشه شوهر ندارد، تولد کرد شوهرش نیست، میدونید که این ولد و زینا، اینش میدونید که این چی فرزندی حقیقی درست صالح، مبیننده شبهناکش میخیر که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم یک حدیث هنده سعدی بن ابی وقاص رضی الله عنهما آمده بود که یا رسول الله این کودک مبود جینی من میشد، مبود این پسری عتبه، یعنی عتبه دادری من، این پسری عتبه مبود، من با عتبه گفتود که برادرم پیش از مردنش، ای سعد این بچه ها نگاه کن، نغزی کن که این بچه بچه من گفتگی، یعنی از زینا تولد شده گی، بین یا رسول الله چه خیل از مونندیش عتبه و باور نکنید، بینید چه خیل دادری من مونند گفت، اینجا هم ده عبد ابن زمعه مگد که نیه مگد این دادری من مگد، اینش گساس که این جینی من گساس، از دادرم تولد شده گساس، این گساس که نه این از پدری من تولد شده گی، عبد ابن زمعه گساس که این فرزند زمعه است، برادری من است، یا رسول الله این کرپی پدری من آنده تولد شد، یعنی از مادری من تولد شده گی آخر، یعنی گویا که کنی زنک اصلش خاندار، زنی عتبه ابنی زنی زمعه تولد کرگی این بچه غلامه، گویا که کن عتبه دادری سعد اومده این که زینا کرگی باشد و از زینا تولد شده گی باشد، اینش یعنی جینی من گساس، اینش گساس که این گساس آخر خانی مونده تولد شد، خانی مونده به وای رسید، چه خیلی نکوچه اومده دعوا میکند یا رسول الله، سونی پیامبر صلی الله علیه و سلم بینن گون حقیقت مونندی دارد عتبه و سعد ابن ابی وقاص دادرش به عتبه ابن ابی وقاص به، با وجود این که مونندی دارد گفتم که الولد للفراش، کودک از آن کرپه است گفتم، یعنی کدام کرپه کودک تولد شده باشد، کدام خواننده، کدام زن زیرشنده، کدام آیلنده کودک، یعنی همون است گفتن، و احتجبی عنها یا زمعتو یا سعودتو، سعوده بنت زمعه، سعوده این زنک، سعوده دختری زمعه، اینه خوش رو فهمیتون، اگر این کودک پیامبر از حکم کردن که کودک یعنی زمعه گفتن، یعنی عتبه و حکم نکردن، اگر چنده که مونان باشدم، لیکن عبد ابن زمعه یعنی گفتن که خیلی این دادری تو گیر برا گفتن، لیکن سعوده بنت زمعه یعنی این آخر دادر میشد، این خواهر این دادر میشد، اگر مدامه که پیامبر این به حکم کردن، با وجود این گفتن که ای سعوده تو عین حجاب پوش گفتن، یعنی تو این به خودت نشان نده گفتن، حکم کردن که این خواهری دادری تو اکن گفتن، لیکن با وجود این چی عین روت پوش گفتن، یعنی این تو نامحرم با این حساب کن گفتن، حاضر فهمیدام نمی حاضر خواهر این شد، حکم کردن که همه تا زمعه گفته که آدمه بچهش ده آزین عبدم، سعوده گفته که زنکم و این که غلام آزرنگی بچه چه هم هستشه پسری زمعه به حکم کردن،
لیکن با وجود همین زنک بگفتن که این دادارت یعنی رویت پوش گفتن. برای چی؟ برای اونکه ما نمیدانیم حقیقت حالا که آیا این از زنا است از عتبه، چون که مانندی دارد، حرام به مانندی دارد، حلال به هم مانندی دارد، چون که آخر جوگی اینا به تولد شده که آیک زنوشو تولد شده که، لیکن این زنی بعد وقت رفته ممکن زنا کرده که مثال عقدی نکاحی اینا به تولد شده بین حلال و حرام و مانند می همه پیامبر صلی الله علیه وسلم اینا فرزند این با دادنو آرای شریعت، لیکن با وجود همین شبه که هست، شبه شبه مانندی به حرام که دارد، گفتن که ای زمعه سعوده خودت این حجاب گیر، یعنی اینه خود معامله نامحرم با این معامله مکنی این که دیفتن، چون که دادرم گفته بیمالال در آبرو کنید در علمی پروردگار حقیقتی حالانده اگر این ولد و زینا باشد اگر چی هست مثلا احتیاط کرنده کن، بنابراین تو این چی حجاب گرفتم. و این مسئله نکاح با مسئله احکام خرید و فروش یا اینکه مثلا چیزای حلال و حرام، همه میدونه چیزای حلال و همه میدونه چیزای حرام، میدونید که گاوی که بسم الله الله اکبر افتاد یک دست مسلمان ذبح کرش دست حلال است، میدونید که یک گاو به نام یگان بود به نام یگان آدم بسم الله نوی به نام همون کشته شد، یا اینکه هم تو خود مرده تاسته بو کرده و حرام کرده، میدونید که حرام است، لیکن بین اینا بعضی چیزا هست که شبهه میکنید گرنگ میشید، مثلا خار پشتک حرام گوید اگر کنی دلیلتان قرآن و سنت یک دلیل بیارید که مثال حرام گوید یا حلال گوید، هر دوش بیان میترسید از خدا، برای اینکه این حلالی معلوم نه، همه میدونسته که حلالی معلوم نه، همه میدونسته که حرامی معلوم نه، اگر چنده که حرام به نزدیک است، حتی بعضی اهل علم هم این مسئله ها شبهه میکنند و چی؟ یعنی موبایل میساد یک مثلا برای کفت کوکران حرکت میکند، همین یک باره حرام بوده که اثبات کرده نمیتوند، خرگوش اگر چنده که قولی سه حلال است، لیکن بعضی علما گنگ میشد که خرگوش حیض میبیند، چه که زنک حیض میبیند، این یک طرفی حرام بوده، حرام به نزدیکش، دویم طرفش گوشت خرگوش در نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم خورده شده گی، پیامبر صلی الله علیه وسلم خودشان خورده گی نه، لیکن انکار کرده گی نه، همون مبین حلال و حرام است، حلال بیان مانندی دارد، حرام بیان مانندی دارد، همون بسیاری آدمون هم دوند افتگیشون همین، و این معنای همین دارد که بسیار آدمون حرکت کند که داند همین چیزهای و این هم در فضیلت اهل علم معلوم میشد، برای آنکه الله عز و جل همشه گوید مشود این یکشت خرگوش حلال، پیاز حلال، کارتاشکه حلال، افته همه چیزه، لیکن الله عز و جل یک قایده های عمومی مونده که وحکتی فهمی آدم هایی بفهم جدا میشه و ففهم نه سلیمان، ما سلیمان بفهم دادیم مو. و کلن آتیناه علما و حکما، همه ما علم دادیم حکم دادیم، سلیمان بیام داود بیام دادیم، لیکن سلیمان بفهمی زیاد دادیم، اما بسیار آدم ها علم میشه، بسیار چیز از یاد میدوند، قرآن از یاد، حدیث ها از یاد، بسیار مسئله های از یاد میدوند، لیکن همو از یاد میدونسته که چیزش میگوید، غیری از یاد میدونسته که چیزش اگر پرسید اگر فهمش نه، همون درن از یاد میدونسته که آشانه همون چیز هیو، همون استنباط کرده فهمی چقور برارده نمیتوند، مثلا مسکین کیست؟ خدا قرآن در مثال مسکین بیان کرده نه، مثال مسکین آن آدمی که گفته گذشته گی نه، خدا میگوید که و اما السفینه فکانت لمساکین، اما کشتی باشد یک کسه نقل کرد سوره کهفنده، اما کشتی باشد یعنی مسکینا بود، گفت کشتی یعنی مسکینا بود، گفته گذشته برفت کسه، یعنی عالم میفهمد که مسکینا ده کشتیش مشور است، کشتی یعنی مسکین بود، گفت با وجود همه وی مسکین گفت، عین برود که مسکیننده نکسی کنه، اپیل کنه، میشم در روی مدیدی سوده این به زکات نمیتیم کن ماشین شینانده گفته زکات نمیتیم، گفتن درست نه وی دیدن در کار مثلا بیرای ممکن مسکین، مسکین آن آدمه که درآمدش از برآمدش کم، یک ماه به 1000 سومون برآمد دارد، 800 سومون درآمد دارد، این آدم مسکین،
همون وقت با آدمی معتدل میشد که هزار سومان درآمد کند، هزار سومان برآمد کند، این آدم آدمی میانه حال میشد. همون حالت با اگر 1200 سوم درآمد کند و 1000 سوم برآمد کند، علاوه این از جمله آدم های بای به قدر خودش، حالی بای چه؟ یعنی درآمدش از برآمدش بسیار. و آن آدمایی که عموما درآمدش نه ضعیف فقیر است، 1000 سوم رسخات دارد، 1000 سوم نه هیچی نیست، یگان سومان درآمدش نیست، ضعیف فقیر مسکین آدمی که حی نمیرسد. همه این چیزهای عالم اسلام از قرآن کریم فهمی چقدر که تو میبرارم. بنابراین همه چیز شریعت اسلام بیان کرده، فقط این که فهمی عالم و علم عالم و جدا میکنه تا اینکه الله عز و جل داند آدمایی که کوشش میکنند. روزی اگر عرق حرام می حلال میفته سوال دیگه همه میدونند. حرمت علیکم المیت، برای شما حرام کرده شد خود مرده، لفظ صریح یگان چیز احتمال تعویل ندارد. حرمت علیکم المیت و الدم، گوشت، خون، خون برای شما حرام است. یا احلت لکم میتتن، پیامبر صلی الله علیه و آله میگه برای شما دو تا خود مرده حلال است. میگن الکبد و الطحال، مثلا السمک و الجراد، ماهی و ملخ، یا خود مردش هم حلال است. ماهی دیدید که بالا اومد مردگی میگرد میخورید، حلال است. پیامبر صلی الله علیه و آله لفظ صحیح کتی صریح کتی گفتن. یا مثلا لفظ صریح کتی خدا گفت که خنزیر خوک برای شما حرام است. یگان جای اینه کفت کفت کرده حلال میکره که جاش نیست، لیکن درباره خارپشتک، سنگپوش، مثلا مار، این خیلی لفظی صریح کتی نیست. بنابراین این چیزا و عالم درکا تا اینکه قرآن در های همون چیزو همین خیلی بر را گفته گینه سیب حلال از کسا گفته گینه قرآن در. یا مثلا پمیدار نبود، مثال وای زمان آنده ممکن نبود، گفتگی نه نکن حلال است گفتگی نه، لیکن علم باید از قرآن استنباط برارد. خدا قرآن هم گفت که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، الله تعالی پروردگار است که برای شما اون چیزی که در زمین است همش حلال کرد. میگفت هم به همه چیزاند اصلش ای الاصل فی الطهارتی الاصل فی المیاهی الحل، اصلا آبها حلال است. کدام آدم بیاد و میگه یک فقیر آب بساز، نمیدونید که همین آب نجاست کرگی ممکن یکم بچه چه آمده پیشاب کرگی میگه نمیدونید. اصل آب حلال، شما این خیلی وسوسه ها نگاه نکنید، راست آمده این استفاده کرام بگیرید، چون که اصلش آب حلال است. و الاصل فی التجاره فی البیع الحل، اصلا خرید و فروش حلال است، تمام می نمودی و خرید و فروش حلال است، مگر همون خرید و فروش حرام است که شریعت نامش گرفته حرام کرده باشد. خدا میگه که حل الله البيع و حرم الربا، حلال گردانید الله تعالی برای شما خرید و فروش و حرام گردانید ربا. ربا یک جزء از جزء نمودی خرید و فروش، خرید و فروش بسیار است. الله تعالی همه همین خرید و فروش میداره، داد و گرفت خرید و فروش است، حتی هدیه داده هدیه گرفتن هم عالم و کتابی خرید و فروشی میبرن. برای اینکه وقتی که شما هدیه میتید اینا یه روز نه روز اینا میگردوند، یا این اول این دادگی اصلش امروز شما گردان سادید انسان، همون به اینم خرید و فروش بم بیارم کتابی. همه همین خرید و فروش است، از جمله ریبا، پول میتید میگیرید فردا بسیار کرده بسان. همه همین خدا فکر و احل الله البیع و حرم الربا، الله تعالی خرید و فروش حلال گردانید. همش در اومد یک بچه کشه گفت که ریبای حرام کرد. یعنی همین خیل اصلا خرید و فروش کردن با تمام می نمودی چیزها حلال است، مگر با همون چیز حلال حرام است که شریعت نامی همون چیزه گرفته حرام کرده باشد. این چونین الاصل فی العبادات الحرمه، اصلا عبادت کردن حرام است. یکان انسان پیش خودش امده یکان عبادت کند حرام است کارش، مگر شریعت نامش گرفته گفت که انه همین عبادت کن گفته باشد سانی حلال است. نماز خون گفت می خدا انه همون وقت به حلال است. خودتان آمده یگان نمود عبادت براورده اجرا کنید حرام است، چون که الاصل فی العبادات الحرمه، اصلا عبادت خودتان پیدا کردن حرام است. اما دو کس بیاد پیش ما گفت که من اینه بینام گم مسجدان ده یک نمودی علی چخل که عبادت کرده رقص کرده عبادت کرده مثلا،
رقص کرے ذکر کرسا اس رقص کرے قرآن زیاد کرسا اس مثلا من گفتم که نکن گفتم گفت که این گفت که حلال این گفت خدای متوغری گفت اگر من آدمی جهان کرده دوگی و کارم نه باید آدمی عبادت پیدا کرده و گم میزنم چون این خیلی عبادت پیدا کرده این به کارم نه چون که این چیزی نبودگی پیدا کرد لیکن دو کس بیاد این قلفینای فروخته است این گفت که حرام است گفت هر دوش اینش حلال است گفت پیشی مبا آمد قلفینای قرون و سنتان در نیست نامش کتی من آدمی فروشنده قلفینای فروش کتی کارم نه آدمی حرام گفته کارم نه چون حرام گفتی که نیدلی لب مگم چون که اصل مسئله خرید و فروش به حلال است همین خیل الاصل فی الاشیاء العباها این چونین اصل در چیزها حلال است مثلا تخت نجاست نه لباس نجاست نه اصلا همه چیز طاهر است اصل طاهر الاصل فی المیاح آبا الاصل فی التراب اصلا خاکم طاهر است اصل خاک طاهر آمده اینجا نماز میخونده شروعید می نمیدونید که اونجا نجاست های می نیمی اصلش طهارت اونجا خونده هم میگیرید همه چیز نمیخواد چیز اصلش های الاصل فی البو الاصل فی الابواء المحرمه اصلا نکاح حرام است یعنی اصلا خفت و خواب علاقه جنسی با زنها حرام است اصلش مگر همون زنی که موافق شریعت نکاحی شما درآمده بید همون حلال است خلاص هم به هر یک آدم مثلا یکان کاری مثلا علاقه جنسی زنا و دخالت شده اگر ما باید میپرسیم که چه این کار کریم مثلا نمیپرسیم آدمی این کار کرگی نه و یه جز پرسته میشد آدمی این کار کرگی برای اینکه اصل حرام است الاصل فی الابضاء الحرمه اصلا یعنی زنها حرام است برای ما مگر آنه که موافق شریعت نکاح به در آورده شد همین خیل هر یک مثلا ده اصل شد و قرآن و سنت ذکر شده است لیکن وی بسیار آدم ها خیلی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن نمیدونم نمازی بام داد وقتش به خواندن حلال بوده که همه میدونم همین خیلی نمی نمازی بام داد وقتش به خواندنش همه میدونم حلال است یا مثلا ساعتی ده روز به نماز خواندن همه میدونم که حلال است همه میدونم که وقتی افتو برام سبگینده حرام است میدونم همه لیکن مثلا بعدی افتاب اول افتاب نبرامدسو نموزی بامداد خانده شده اما تا افتاب برامدنه اینه بعضی عالم ها ذکر کرده شرح به بعدی افتاب نماز خانده شدن تا افتاب برامدنه نماز خوندن حلال است یا حرام است مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که اگر مسجد به درایتان تا درکت نماز نخوندن نشین تا افتان فهمدید می؟ اگر مسجد به درام دید می تا درکت نماز نخوانید نشینید مسجد به این امری پیغمبر است لیکن یک حدیث هم گفتن که اگر بعدی نمازی بامداد کدی بعدی نمازی عصر نماز نخوانتان بعدی نمازی بامداد تا آفتاب برآمدنه بعدی نمازی عصر تا آفتاب غروب کرده نماز نخوانیتان گفتن انا کن ساعتی دم ده شما چیت بدرام دید همه میدوند که این وقتا نماز خواندن حلال است لیکن بیرین هم ده شما مثلا بعد این نمازی عصر عصر خوانده شده که درآمدن به درآمدید انکو نماز خوانم میگویید پیغمبر خوان گفتگی نه خوانم میگویید خوان گفتگی خوانم میگویید پیغمبر بعد عصر نماز نخوان گفتگی حلال می حرام می نمیدونید و بینهما امور کثیر مشتبهات بین حلال و حرام یا گلک آرو ای که حلال بیان مانندی دارد حرام بیان مانندی دارد لا یعلمهم کثیر من الناس بسیار آدمون نمیدوند و یفتن شبهه این همه نوی آمده را همه چیزا و خرید و فروش به نکاح به طلاق به این مسئله طلاق هم دینه که دوتا زنشه یکتشه طلاق داد کدومیشه طلاق داده کشه نمیدوند دوتا فقیرند آبای پسرزش آمد دیس هست به چشمش که پیشاب کرد بعدی از اون فراموش کرد که کدوم فقیر به پیشاب کرده بود شبه شد هر دوشان نمیدوند این خیلی چیزا بسیار است همه نمودی چی به میدارد همون به وقتی که پیغمبر لا یعلمهن کثیر من الناس بسیاری آدمو نمیدوند گفتم می این دلالت میکند که هر یک آدم همه خیلی چیزای مسئله باید پرسیده هم میدونسته که دانسته کار کند این یک درس به این حدیثه بیان کرده نمیشد بنابراین ابو داود رحمت الله علیه گفته که اسلامه
دینی مقدسی اسلام که تگش بر رسانده نمیشد مقدر آدموی ما چاربه چطه حدیث در بر میگرد افتگی حدیث اینم الامال و بی نیات حدیث عمر حدیث آیشه حدیث دیننگی که کسی که دین به چیزی دیننده نبده که پیدا کند خودش مرد و دست کتیم یک تشمی این حدیث یک تدیگش انشاءالله میبیاد جاش رو ذکر میکنیم یک تشمی حدیث نعمان ابن بشیر که اسلام همون قدر چیزی وسیع بزرگ چطه حدیث در بر میگرد یک تشمی حدیث حلال معلوم حرام معلوم ما بینشن یک دنیا کارهای هایی که حلال بیامونندی دارد حرام بیامونندی دارد چه کرند اکا؟ فمن اتقه شبه ها کدام آدم که اکارهای شبهناک اکارهایی که حرام بیامونندی دارد حلال بیامونندی دارد پرهیز کند اگر فقد استبرا لدینه و عرضه در حقیقت آبروش دینش محافظت کرست دینش محافظت کرست به این معنا که بین خودش و بین الله تعالی دلش صاف مثلا همین گوشت نمیداند که آیا همین مثلا از دولت های هندوستان آمدگی هندوستان اکثریتش بودیزم هند بود عبادت میکنند یا مثلا دیگر خداهای و این مسلماناش کم نسبت دی مشرکاش اهمجا آمدگی نمیداند که همین اهم مسلماناش آمد یا از کافراش آمد میسان این شبهه این به پرهیز کند میسان کسی که پرهیز کند دینش نگاه داشته است اگر حرام بوده که چاکنده وین خودش و وین الله تعالی گناهکار شد می نیمه حرام خورد یا مثلا امروز کالبسته هایی که هست مثال بعضی ها این حلال نیستگی یا این افلان جا امدگی این حوجی ها می فروشد فته مثال چی؟ من مثال اگر توی هم روی در سخامونم اگر علاقه مردم زمو گد نمو گد مثال که این شاید این حضرت حلالش باشد نمو گد مثال نکی مو گد که کلبسی حرام دادم مو گد آبروش به گرم زند می آدمو همو پیامبر گفتن که کدام آدمی که اچیزهای شبهه است نه حلال بودگیش معلوم نه حرام بودگیش معلوم پرهیز کنه دیگر دینش هم نگاه داشته است آبروش هم نگاه داشته است فایده خودش به و من وقع فی شبهات حالا مونده است که این چیزهای حلال نیست که حرام است هیچ چیزایی که حلال نیست که این چیزا باور کنه نمیشه چیزایی که حلال نیست باور کنه نمیشه حلال دروغ است مثال به هر حال از دیگه دولت هم دیگه من امروز دولتی ما الحمدلله چی حرام کدوم مال و گوشت هایی که از دیگه جا آمد ممکن نفروختنش در آوردنش هم برای اینکه به واسطه وای کسلی ها دارم ساز از دیگه دولت ها هم بهترش همین چی آن چیزی که در جاهای خود ما هست به چی ما میبینیم به دین دست ما میکشیم خود ما قربانی میکنیم همین چیزی که یقین است همین چیزی خوردن نکن خب و اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن کدام آدم یکی همین چیزا اگر پرهیز کند اگر استبر علی دینی دینشه و آبروشه پاک نگاه داشته است و من وقع فی شبهات کسی که شبهه واقع شود شبهه استفاده کرن گرم نه ترس اجرا کرن گرد اگر وقع فی الحرام حرام به واقع میشه برای آنکه شبهه اگر نزدیکی حرام گوییم و حرام نگوییم اگر سکین سکین در آمده می براد حرام با. شبهه کرگی آدم حرام در آمده می براد یا اینکه ممکن که حرام است آخر نمیدانیم کمو یا حرام است یا حلال است ممکن حرام است هم با کسی که شبهه اجرا کند حرام با واقع می شد فتن. فمن وقع فی الشبهات وقع فی الحرام کر راعی مانند چوپانه که یرعا حول الحما گسفنداشه در اطراف سرحد می چراند مالاشه یوشکو انیرت عفی قریب است که همون مال و حالاش درونی چراگاهی سرحدی پادشاه با دراد یعنی سرحد موندگی جواد دراد حقیقت چه خیلی که واتان اگر پاید اگر گاوشه قریب است که پختبه چی دهان کند یا گذارد یا کشلا کند سای بشه یا کنده کرد دراد همون لبی واتان در پایده گودن انیخ که چی می دراد همون بینه بینید که حاضر وات پخته و پایدن حرام است شریعت اسلام است. اپخته دور جایی که هیچی نیست مثلا علفی هم تو یعنی دولت نه یا یعنی یکون شخصیت نه حلال است اجماع علما. اینجا چی یعنی شخصیت است حرام است لیکن واتند پایدن چی؟ وات علفش مثلا علفی اجریق یا دیگه علفایی که لبی جونده هست و حرام نه و حلال است لیکن بین حلال و حرام است. اگر چنده که ما حلال گوییم
احتمالی این رسی رو گذاشته نشه است. همون پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که کسی که نزدیکی حرام برسد اگر رسی رو گذاشته نشه ممکن. همان وقع فی شبهات وقع فی الحرام. کسی که شبه هم ده اگر گرده دگر حرام بیان میگذارم. بنابراین الا و این لکل ملک حما، آگاه باشتان که هر یک پادشاه برای خود سرحدا دارد. پادشاه های عرب عالمان کتاب ذکر میکنن که همین خیلی زمین های بسیار جای برای خود سرحد کرده میگرفتگی، یعنی دیگر آدم ها همجا در آمدنش ممکنه، مالش هم در آوردنش ممکنه، خداشون هم در آمدنش ممکنه. انا کن پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که کدام آدم نزدیکی پادشاه یعنی پادشاه یعنی چهارونات گوسفند باشه در اومده مونده اگر عقوبت به گرفتار میشه جریمه میسپرند. هم با کسی که نزدیکیش به نرواد بهتر اخی، چون که عمیق کی میدار اول یاروز نه یاروز. و الا و ان حم الله محارمه، آگاه باشتون که سرحدهای الله تعالی، الله تعالی هم که پادشاه های سرحدهای الله تعالی این چیزهای حرام کرده های پروردگار است. هر چیزی که خدا حرام کرد و این نزدیکیش به رفتن در کار میگی، کسی که نزدیکیش برسد دوامش بیان میگذارد. بنابراین الله تعالی قرآن گفت که ولا تقربوا الزنا، زنا و نزدیکی نکنید گفت. زنا حرام است، لیکن زنا و نزدیکی کردن حریم، یعنی مونند نظر کردن، سخن کردن، این چیزا برده میرساندگی چیزا. بنابراین خدا قرآن زینا نکنتان نگفت، زینا و نزدیکی نکنتان گفت، برای اونکه کسی که نزدیکی کند انه قصد که واقع میشد در خیلش بود. این همه عبادت های در بر میگرد، همه نمودی منحیاتی پروردگار را در بر میگرد. هر چیزی که الله تعالی حرام کرد می کدام آدم اطرافی هم بر افته گرده دگر می افتد در نشبه. کسی که اگر همون قنات های مثلا پربریبسکی های خریده بیاد، گفت که من ایننده فقط اخبار میبینم، فقط محکوم دینه تماشا میکنم، گفت اگر این چیزی شبه هست، احتمال چی؟ دستش دیگه جاها و خمیده نش ممکن، پولته حرام بغفته نش ممکن، یک گذشته موسوی میده چشمش غفته نش ممکن، سن در آنده برفته نش ممکن، سن آنمازا مونده نش ممکن، سن گناه کنه اگر قلبش تاریک و سیاهی تاستگی میشه، سنی نه موعظه گوشش میدارد، نه نصیحت، سنی همون چیزهای بده دیده استفاده برده، چیزهای مثلا مواد مخدر، چیزهایی که برای نفس انسان ضرر دارد، جوان یا شخص مسلمان بیراه میکنه. بنابراین کسی که شبهه و اگر نزدیکی کند در نشو میافتد، نزدیکی نکرم بهتر هم به. بالا آدو انسان گمان میکند که من روام اگر گناه نمیکنم همون جاها مثلا. نزدیکش میکرف میگذارد. این همه عبادت محترم جوان، همه کار آوه، فقط من یک مثال ها آور سودیم. کر راعی یرعا حول الحما یوشک ان یرتع فیه الا و این لکل ملک حما الا و این حما الله محارمه الا و این فی الجسد مضغه، آگاه باشید که در داخل جسد انسانیت یک گوشت پاره هست، اذا صلحت صلح الجسد کله، همون گوشت پاره اگر صحت سلامت باشد تمام اعضاها صحت سلامت میشد، و اذا فسدت فسد الجسد کله، اگر همون گوشت پاره ویران شود تمام جسد انسان ویران میشد. الا هی القلب، آگاه باشتون که همون دل است. عجایب 1430 سال پیغمبر صلی الله علیه و سلم این حدیث گفتن، امروز علمی طب اثبات میکند که از همه درونی جسد اعضاهای انسان ها، از همه بزرگترین اعضا این دل است. همین دل که عکار ماند همش عکار میموند. دل اساسی عضو بهترین انسان دل است. بنابراین عقل هم دل انده است، قولی صحیح. عقل دماغ انده می یا قلب انده می؟ خلاف است. بعضی عالم های طب و بعضی عالم ها میگویند که عقل انسانیت دماغش انده، یعنی سرش انده میگو. برای چی گوییم اگر؟ برای آنکه مگر مثلا یک آدم کرونا اذیت میتونستک باشد، سرش زرد میسال اگر زد و خوردنده، یا همون سرش زردی سخت خورده که باشد خاطرش میبراد میگن. لیکن اگر دلش گریم و جراحت کرد دلی نامونی مگر قرآن عذیت میدونسته باشد قرآن میستد سرشن میگن، دلیل عقلی فهمسته تومی؟
این خدا قرآن آمد که لهم قلوب و لا یعقلون بیا، آنها دل دارن و دل که تی عقلاشون کاربست نمی کنن، و دل که تی نمی فهم. عقل لغت عربان آمانش فهم، یعنی عقل گفته که عقل شیء یعقلو فهمیدم. هم با قولی حدیث هم دا گفتیم که عقل تو مجتن من فهمیدم آن آبی ده آبی که پیغمبر روم رو پوف کرده بودن یادمان ده های عقل کرم فهمیدم اون سوست محمود ابن ربی عقل لغت عربان رو فهمیدم. خدا مود که وحوان ده دلشان هیو لیکی وی دلها که دی نمی فهمه اون سوست، یعنی عقل نمی کنه اون سوست. دلالت مواند که عقل دلان ده هست. یکه اون جای قرآن ده خدا عقل دیموغان ده گفته کشنه عقل قلبان ده مگد دلان ده مگد همه جانو مود که عقل قلبان ده. بنابراین بعضی علما مانند محمد امین شنقیطی رحمت الله علیه میگن که عقل قلبان ده مگد قول راجح، برای اونکه اینها علمای یک طرفه نده، علمای فقط تیبنه یا علمای فقط بشریت عضوی انسان و علمای فقط دنیا نه، بلکه علمای دین و دنیا، دین به هم پیش اومستن دنیا به هم پیش اومستن. میگن که قول صحیح عقل انسانیت دلنده های میکن، لیکن از دل به دماغ پیوسته ها دارند. همه امر اساسی جا دلنده اداره دل، لیکن اینجا یک چی فرعش هر دوش یک درشمه چی علاقه دارد، علاقه رابطه دارد، لیکن قول صحیح که قرآن ذکر کرده، پیغمبر ذکر کردم، عقل قلبنده است. بنابراین پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که الا و ان فی الجسد مضغه، آگاه باشتون که جسد انسانیتان گوشت پاره هست. اذا صلحت صلح الجسد کل، اگر همون گوشت پاره درست بشود تمام جسد درست میشه. این رد با اونهایی که میگوید که دل ما صحیح باشد شده، دل هم به اعتبار میگوید این گفش دوغره، گفت دل هم میگوید دوغره، ما نماز نخونم هم دلم راست میگوید. لیکن پیغمبر ممکن اگر دلش درست باشد اعضاهاش هم درست میشد میگوید، دلش نماز باشد نماز میخوند، دلش درست باشد موافق شریعت کار میکن، چون که پیغمبر دروغ نمیگن. اصول اینه که اگر همون دل درست شود دیگه جسداش هم درست میشد. حقارت نمیکند اگر دلش درست میشد، غیبت نمیکند اگر دلش درست میشد، حرام نمیخورد نمینوشید اگر دلش درست میشد. و دلش هم کسلی هست که اعضاهاش چخیلی گفتن که و اذا فسدت فسد الجسد کلو، اگر دل اگر ویران شود دیگه جسداش هم ویران میشد. بنابراین امام نووی رحمت الله علیه در شرح حدیث گفتن که 40 تا کسلی های دل های گفتن، کسلی های دل زیاده از 40 تا یا تقریبا 40 تا میرسد. گفتن یکی از کسلی هاش مثلا ریا، ریا خودنمایی، عبادت کرساس مثلا لیکن دنی دلشان نیتش برای مردم با دیدن مردم بیند مثلا، یا شک کسلی دلی نعوذ بالله مثلا جنت باشد میکنن نباشد میگو کافر میشد نعوذ بالله، کسلی دلی، یا حسد، همین برادر به خدا نعمت داده است، علم داده است، پول داده است، آبرو داده است، مال داده است، بخیلگیش میاد در این دلشان، چه خدا این به دوستم هم نداده است، این دلی ظاهرا نموگد و در این دلشان نموگذارند. بغض بدبینی مسلمان ها، مسلمان ها بد دیدن هم کسلی دل است، چون که خدا مسلمان ها نعظم بیند، خدا نماز خانه نعظم بیند، خدا قرآن خانه نعظم، خدا طالب علم نعظم بیند. چه خدا نعظم بیندگی چه آدم من گمم بینم، وقتی که گمم بینم این دلال میگه دلی مننده کسلی هست. بغض مثلا، حسد، اون مثلا تمام چیزهایی که دل دلی و داخلش های حق، همه این چیزا دلالت به کسل بودنی دلی انسان میکنه. وقتی که دلش کسل میشد مثلا حسدش بشد دلش هم سونی سکسکین علاقه غیبت کرام میدارد، همین آدم نبوده که شنده غیبت میکنه. چوه؟ چون دلنده اصلش کسلی های در حق همین، یا اون کس غیبت کند اقل همونو خورسان میشد، یا اون کس تعریف کند همونو نسترینش ویران میشد. دوانم که اینجا کسلی های سونی خودش هم حرکت میکند، گنده کرم به جان کرم به غربت کرم به، اگر ترس دگر پیشی فال بیمه میرد سهرگر میرد، این همش اهموجه پیدا میشد حسد. همون اگر همون دل درست میشد اسین هم درست میشد. شیطان چو سجده نکرد؟ خدا گفت که سجده کن تا اون گفت گلی پروردگار واجب
باید سجده کند بود، لیکن سجده نکرد چون که دلش آن حسدش بود. خدا این معنا گفت از آتش آفرید، این از لای آفرید، آتش از لای بهتر است. گفت من به سرخم نمیکنم، گفت حسد بود. همون روزی که خدا خلق کرد ور دید آدمی زاده، دلش آن حسدش بود. همون وقتی که سجده کنگد نکرد، دلم ده کسلی که بود جسدش هم ویران شد. هم به تار روز قیامت لعین است، رجیم است، از رحمتی پروردگار رانده شده است و در دوزخ ابد العباد میماند. و سبب تمام این سو جنی که به دوزخ میرود این شیطان ابلیس است. دلش که کسل بود تمام اعضاهاش هم کسل شد. همه پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که اگر دلش درست شود، اگر باقی مونده اعضاهاش هم درست میشه. هم به یک حدیث هایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که اگر بنده گناه کند دلش به یک تا نقطه سیاه پیدا میشد، گفتن نقطه سیاه. و اگر توبه نکند با دیگه گناه کند، با وقتی دیگه نقطه سیاه پیدا میشد. سونی نقطه ها زیاد شده، همون سیاهی پر رو شده، حتی دل پر رو سیاه میشد میتوسد. سونی کلکوزی مجخیا، مانند کوزه یکی پاسکنو کرم آندگی باید میشد دلش. لا یعریف منکرن، لا یعریف معروفن، ولا یونکر منکرن. نه گتی نازگوشش میداردو، نه کاری منکر منکر حساب میکند. سونی کوزه یکی پاسکنو کرم آندگی وایبه، نه آب داردو، نه تعام داردو، هیچی ندارد. آخر همون با دلش همی خیلی میشن. سونی سخن موعظه نصیحت گوشش به نمیدارد، همون با دله باید احتیاط کردن. قلب لغت عربان به قلب دل است. قلب از کلمه قلب و یقلبو گرفته شده است. قلب گفتگیش چیزی پرو، برای اون که میگن لیان نو تتقلبو علیه، قلب یافته میساد، دم اینته اسی گشته میساد، دم اسی به امروز بینید اگه اون مسئله با روزی دخترتان رو دادید، میگو دادیم پگه دیگر نمیتیم نگردن، همه مسئله ها با. امروز روزی پگه ناروزی مثلا قلب همی خیلی تغییر یافته میزد. اما پیامبر صلی الله علیه وسلم سجده کنند، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ای اون ذاته که دلهای چغ میزنونی، دلهای اون تونتو کره میزدی، دلی من ثابت گردون دینات به دینم ده، دلی من استاد. برای اون که پیامبر گفتن که حالی زمانه میشد که آدم سهر میخزد مسلمان، بگاهی میشد کافر گفتن. یا اینکه پگر از میخزد کافر، بگونه میشد چی؟ مسلمان. هم بس سجده هم بمفتن که یا مقلب القلوب، ای اون ذاته که دلهای چنگ میزنه، نی دیدی من دین خودتان مستحکم نگاه دار. بنابراین بیاید بسیار بنده دلش برای صلاح کردن، دلش برای تازه کردن عبادت کند، کوشش کند. الله عزوجل قرآن هم میگوید که روز قیامت، روزی که لا ينفع مال ولا بنین، مال فایده نمیتیاد روز قیامت، مال فایده نمیتیاد ولا بنین فرزندایم. این روز دوره ای که مردم میکنن، این یک بدعت و خرافات است. دوره عجایب از مثلا سبب ذکر کردنم دیر و سوال شد. دوره این خیلی که یک آدم مرد، این آدم مرد نماز نمیخوند، همی آدم همی آدم نماز نمیخوند، گویا که اینها هر یک روزی نماز نخونده شو، یا هر یک نماز با علی چند کیلوگی گندم حساب میکنن و حساب میکنن عمرش به که 100 سال یا 60 سال نماز نخون، چند کیلو گندم میشن، چند تن یا سنتینر گندم میشد میسن. وای پولاش نمیرسه، خونو بچی خیشاشو فروشتن نمیرسه، دنیا آخرت چه فروشت نمیرسه دای پول به، چون که هر یک نماز با علی چند قدم میشد حساب خدا شون دین گاب دروغ است نشان. سونی همین پولا دادگشان یان شاید فایده نمیدیم، لیکن یه هم میگوید که مثلا این تلفنش مثلا نرخ میمونن خداشون که $1000 رفته. تلفن یکی مثلا ممکن $50 یا $10 همین $1000 رفته نرخ میمونن و یک 15-20 کس در اونده میشینن خانه. میگوید که همین $1000 مالم بود، من نامی مرده چکرم برای شما هدیه کرم. گفته اینو میتیم دروغ با هزار سوم برفت می اینو میگرن و اینه یعنی اینو که هزار سوم امامی من مرده و هدیه میگونه اینو میتینم. خیلی همین خیلی خیلی گشته با صاحب خانه میبیاد مثلا یک نمودش، گویا که الان چند هزار دلار شد همین صاحب مرده نخره با این صاحب. این چه خیلی هیله، اما این هیله، این گام هیله شرعی بود، این هیله غیر شرعی.
ان الله لا يخادع خدا فریب داده میشد نمیخکره یوم لا ينفع مال ولا بنین روز قیامت روزی که مال فایده نمیتیا چقدر مالش صرف کند خریده نمیتوند خودش از دوزخ ولا بنین فرزندای بسیارش فایده نمیتیا روز قیامت روزی که انسان از پدر و مادرش از فرزند و از زنش از دوستی نزدیکش رو به گریز میبیارد همین خیر روز بنابراین اگه دارم دیم جوه الا وحی القلب آگاه باشتون که وحی دل است گفتن پیامبر صلی الله علیه وسلم بنابراین باید انسان برای صالح و درست کردن دلش شب و روز چی باید کوشش کنه این حدیث در صحیح بخاری و مسلم است گفتیم که این حدیث بعضی عالم ها از چهار یکی اسلام گفتگی بنابراین بعضی عالم ها شارح های حدیث ذکر کردن که اگر این شرح میتیم گویم اگر تمام چیزی دینه ابر در آوردن ممکن ده چونکه این حدیث هم عبادت در بر گرفت هم معاملات در بر گرفت هم عقاید در بر گرفت هم علم قلوب در بر گرفت این الحلال بیان گفتن حلال و معلوم حلال کرده های خدا علم فقه هستین و حرام کرده های پروردگار هم معلوم است و بین حلال و حرام هم چیزهایی هست که مانندی دارد به حلال هم مانندی دارد هم به حرام اسلوبی همین نجات یافتن هم گفتن که پرهیز کردن بهتر گفتن اینجا با هم دیگه دوامش به یک بشریت جسدش هم یک چیزی هست که گفتن و این نومش دیل گفتن اگر همون درست شود تمام بشریت اعضاش درست میشد گفتن این علمی قلب بعضی استادان و بسیار از بعضی آدم هایی که دعوای سنت میکند سنتی رسول الله دوست میدارد و میخواهد که سنتی رسول الله چی کند جاری کند اما ها شکایت میکنند که اعمال قلوب بسیار هم سست هستند مسئله اخلاص مسئله خالصان لله عمل کردن مسئله حقد غیبت نکردن حسد نکردن مسئله خدا ترسیدن توکل به خدا از غیر الله عز و جل دیگر چیزا امید نکردن فطلبو فبتغو عند الله رزق و عبدو رزق از خدا امید کنید مسلمان ها دلی صاف کشاد حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم افتن که حاضر همین در یک آدم میدارد که همون آدم اهل جنت هست افتن. یک آدم در اون دومد کمک اگر نشست و برافت پیامبر صلی الله علیه و آله پگه گفتن که حاضر همین در یک آدم میدارد که همون آدم اهل جنت است گفتن در آمد برافت سه بار شد ابن عمر خسته احقفاش رفته گفت که من گفت خیر من بعضی چیزهای بهانه کرد که من خانم نیست و اینو هم اجازه ده که خانه تونه سه روز زندگی کنم سه روز زندگی کرد همه عملاش مراقبت میکرد شب بیم روز بیم فقط همون به اعتبار میداد که کدام عملش بود است که این آدمی اهل جنت بود است میگفت خیر گفت می خیزد چینت ذکر میکرد گفت اینه مویم میکنیم آخر گفت عبدالله ابن عمر یک اون چیزی نمازی بسیار هم ندیدم روزی بسیار هم ندیدم اخیر سیوم روز گفت که من گفت گپ راستش یکم یعنی خون بی خونه نبودم یکم یعنی بهانه هایی که گفتم درست نبود لیکن ما رسول الله صلی الله علیه و سلم که نشستگی بودیم که چی همین واقعی ذکر کنه هاوز عبر یک آدمی اهل جنت میدارن چی عملت های که همون عملت که تو این درجه رسیدی من تون در یک نمازی بسیار رو ندیدم روزی بسیار رو ندیدم گون صحابه رضی الله عنه میگون که من هر شب خواه میرم دلم به یگان آدمی که یگانگی الله به ایمانش های محمد صلی الله علیه وسلم رسالتش به پیغمبریش به ایمان دارد و بد بینیم نیست یگان چیز بد بینیم نیست بنابراین یک استاز ما عبدالعزیز صدحان میگوید که عبدالله ابن باز عبدالعزیز ابن باز رحمت الله علیه تمامی اهل دین دوست می داشت زمانشانده حتی یک استازمون میگوید که یک امام خطیب روزی جمعه گفت است که حاضر همین در یک تا آدمی اهل جنت میدارد است در بنیو کرد همه نگاه کنه است ابن باز میدارد می و سعیمی میدارد میفته سانی دامش گفت است که همین گفه اروز پیامبر صحابه ها گفتن گفت است گفتن که آخر حدیث همین در روزه اهل جنت یک آدمی اهل جنت میدارد است همه ابن باز میدارد است نگاه کرد است
خلاص یعنی دلالت به همه دوست می داشته کش می کنه. همین استازم می گوید که پرسیدم که چی عملت هایی که تمام مسلمان ها توی نغز می ناد. خطا وقتی که پرسیدم می گوید که نگفت می گوید. رسو التیموس کرام نگفت. بسیار زوری می کنم این مسئله نمی گفت. اخی به عرض تاست که شاید که من شب بخامیرم یکم مسلمان ها و روز اندین شب اندین دیل من در بدبینی نیست. مسلمان که هایی دمش نغز می نام. شاید همین باشه عادفتیم. بنابراین اعمال قلوب عملهای دلی عملهایی که جسد انسان صالح میکنند اخلاص خالصا لله عمل کران دوستی دوست داشتنی پروردگار دوست داشتنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک آدم عرخور صحابه ها زده زده کاوش ها کدی لباس ها کدی میزدن با یکتش که اخزاک الله خدا توی خور گردوند گفته اومدن سنی پیامبر صلی الله علیه و سلم لا تعینوا شیطان علی اخیکم شیطان برادری برادرتون یاردم نستون طرف شیطان زلیتون کوبیدیتون اكون با دعای بدن میکنتم ما علمت منه الا انه يحب الله و رسوله من عین همین میدونم که این الله و رسول الله دوست میدارد اینه دعای بد نکنتم این الله تعالی رسول الله دوست میدارد بنابراین بسیار انسان ها مسئله علمی قلب به اعتبار نمیتیند. قلب صالح کرن به حرکت کرن نکار. گناه آدم ها و رجوع نکار نید. هر یک آدم گناه خودش کاوند. هر یک آدم اگر گناه خودش کدی مشغول شود اگر چقدر دینش پیش بمیرد. کنی همین روز من چقدر گناه کنم. یک عالم میگوید که من میگوید چند سال ده سال پیش میگوید. اینکه پر یک سال پیش گوید. ده سال پیش آیک سفر آمدم میگود و دفتر گرفتم. رقم یک. کنی منند چی خطاگی همه چی گناه همه افته نویستم. رقم دو. سه. کنه که اگه افتم بود. سانی بعضی دوست های نزیکم التیموس کرم که خطاگی هایی که احمان میبینی من بگو برای اینکه آدم های ما خاصتن آدم های ما همیخیل آدم های دروه هایی که اراتا منمین اقفتان سانی غیبت میکنن. روه نه خطاگی تون هم نمگود اقفتان مگود همونه. دیروز دو تا آدم میگفت که یک مسجدند دو تا بچه اومده نماز خون نماز خونی هاش حالگی به این میگفت سلام میگفت السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله گفت اول طرفی چپ به میتیاد سن طرفی راست میگفت این خیلی مذهب بود میگفت من گفتم که این خیلی مذهب نیست عموما طرفی چپ به سلام میدو دیگه نه مذهب اهل باطل نه مذهب اهل سنت نیست این خیلی گپ شاید شما خطا فهمیدگی نپرسید می چو این خیلی کردم نماز خون دیدم نه من این اونو من گفتم این خیلی نماز خونی گفتم چقدر ترسانجا خودش پرس بود خودش گوه بود دیگه نماز خونه آشنا شد این چقدر نماز خونه اکو این روز با درنی جماعتان داشتی گنده کرسن سویه گوهد بود نصیحت کند بود قرآن داند موافق قرآن گفت زند بود حدیث داند موافق حدیث گفت زند بود اقف و گفت زند به استمو غیبت چیه نشانش ترسانجا کشی به دلال لاب میکند هر یک آدمی که غیبت بوند داند که بیتر داند که بیتر ترسانجا باید چی دیزه لایکه رو گرفته که آدم های امروز من روشمه هم مگمو گفته مگد روشمه نکه گفته نمیتوند من روشمه هم مگمو گفته غیبت نکنم خواستن غیبتی طالب علم ها حرام است طالب علم ها میراث خوران عالم ها است عالم ها میراث خوران پیغمبران است ابن عساکر بدایت کتابش هم ذکر میکند که گوشت عالم ها زهر آلود است عادت الله تعالی آنهایی که گوشت عالم های مخودی کدی معلوم است تاریخانده اما کدام آدمی که غیبت میکند مسلمان ها گناهش کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که صحابه ها کتی میبرفتن غیبت از چی پیدا میشه؟ از حسد پیدا میشه از عمل قلبی دین هم ده که بدبینی میشه دین هم ده که مثلا یعنی حسد میشه سانی علاقه غیبت و دیگر چیزها برده میرسونه خیلی خلاصه درباره این چیزها سخن ها بسیار دیل صالح کرنده کار دیل یوم لا ينفع مال ولا بنون روز قیامت روزی که پولها مالها فایده نمیدهد الا من اتى الله بقلب سلیم مگر آن آدم به فایده میدهد که پیش خدا دلی تازه کده بیاد دلی سالم کده دلی که از همه چیزهای افلاسی ها از شرک از شک از ریا از شبه از چیزهای ناپاک همه چیز پاک دلی سلیم دلی سلامت دلی که موافق شریعت اسلام است همون دل صاحبش نجات مییابد خلاص مود الله تعالی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك